درود به شما هممیهنان عزیز. با امید که زندگی رو هر جوری شده خوب بگذرانید، در حالی که با خبرهایی که میشنویم و اوضاع احوالی که جریان داره هیچ خبر امیدوار کننده‌ای در راه نیست. در میان هیاهوی خبرها و در میان خبرهایی که به ما، به خصوص به ما ایرانی ها مربوط می شود، همین لحظاتی پیش بود که خامنه ای اظهارات عجیب و غریب خودش رو تکرار کرد در مورد اینکه جمعیت ایران باید 150 میلیون نفر باشد. یک حکم 16 ماده‌ای هم داد که دختران باید در 15 سالگی دیپلمشون رو بگیرن، 18 سالگی هم لیسانسشون رو، و بعد خونه داری کنن. یعنی من فکر میکنم که هیچ دیوانه‌ای در جهان یک همچین حکمهایی رو نمیده، و هر کشوری اگه بود، حتی کشورهای عقب افتاده دنیا، کمیسیون پزشکی تشکیل میداد این آقا رو خلع میکرد از قضیه، ولی که از فکر سلیمی برخوردار نیست. به هر حال افتخار دارم در این برنامه با جناب آقای امیر طاهری باشم، یکی از قدیمی ترین و یکی از استوارترین و یکی از تواناترین خبرنگاران جهانی در حقیقت، و خوشبختانه ایرانی که همواره محبت کردند و دعوت من رو پذیرفتن و در دنباله اگر ارتباط داشته باشیم با آقای جمشید اسدی در مورد پیامدهای اقتصادی ایران صحبت خواهیم کرد. آقای امیر طاهری به این برنامه خوش آمدید. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین از دعوتتون. خب جناب آقای امیر طاهری، اول از این دستگل تازه ای آقای خامنه ای میگویم که گفته است که دستگل تازه ای در واقع نیست، یعنی ایشون تکرار کرده مطالبی رو که چندین بار قبلا گفته، ولی این بار به صورت منظم در 16 ماده مطلب پراکندش رو که در پی 2-3 اخیر بارها راجبشون صحبت کرده، یک سخنرانیشون داشت راجب راز ازدواج موفق، بعد یه سخنرانی داشت راجب واقعیت زنان در جامعه اسلامی، اینا رو حالا منظم کرده و تبدیل کرده به یک سری فتوا، یا به طوری که مثلا ارتباط جمعی جمهوری اسلامی میگن فرامین رهبر. و متاسفانه میدونیم این روش از طرف دیکتاتورهای مختلف بارها به کار برده شده. هیتلر در سال 1936، یعنی چند سال بعد از اینکه قدرت به دست گرفته بود، یک بیانیه مفصلی منتشر کرد شبیه به بیانیه های خامنه ای که آلمان باید جمعیتش به 100 میلیون برسه. البته های خامنه ای حالا میگه 150 میلیون چون جمعیت جهان بیشتر شده، و بعد برای اینکه این جمعیت جدید اضافه بشه هیتلر عقیده داشت که بایستی فضای زیست یا به قول آلمانا لبنزرام پیدا بکنیم، و این ریشه جنگ جهانی دوم بود، چون آلمان میخواست سرزمین های وسیعی رو در شرق اروپا فتح بکنه و کلونی های آلمانی رو در اونجا به وجود بیاره. میدونی یه طرز فکر قرن 19 بود که اگر جمعیت زیاد داشته باشین میتونین کلونی به وجود بیارین. مثلا انگلستان موقعی که فعالیت های استعماری یا امپریالیستی شو شروع کرد، زمانه الیزابت اول، الیزابت بزرگ، جمعیتش کمتر از 2 میلیون بود، ولی به خاطر زاد و ولد بسیار زیاد موفق شد که بره قاره قسمت مهمی از قاره آمریکا رو بگیره، استرالیا، زلاند نو و غیره، و همیشه مسئله مسابقه زاد و ولدی یک مسئله مهم نبرد قدرت ها بود. فردریک پادشاه پروس عقیده داشت که چین با اسلحه زاد و ولد دنیا رو فتح خواهد کرد، ولی در همه زمینه ها دیدیم که این محاسبات اشتباه بوده، این محاسبات به تراژدی منجر شده، این محاسبات طبیعت انسان رو نادیده گرفته و انسانها رو به صورت، به خصوص زنها رو به صورت ماشین تولید فرزند یا جوجه کشی تلقی کرده. متاسفانه در قرن 21
نمیشه انتظار داشت که رهبر یک کشور نسبتاً مهمی مثل ایران یک طرز فکر قرون وسطایی یا حداقل قرن 19 داشته باشه. بله خب آقای طاهری، از این مسئله میگذاریم، حالا مسائل پیامدهای اقتصادی اون رو بعداً به آگاهی همیهنان خواهیم رسوند، ولی مسئله که این روزها در محافل امریکایی هم بالا گرفته مسئله این مانورهایی است که قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی در اطراف ناوهای امریکایی در خلیج فارس میدن و این عواقب به هر حال آنطوری که کارشناسان گفتن و فرماندهان این ناو عواقب خوبی نداره، برای اینکه کاملا این حرکت اونها آنکران که باز فرماندهان امریکایی گفتن حرکت‌های بسیار غیر معمول و غیر عادی است. در این زمینه چه می‌اندیشید آقای طاهری عزیز؟ برای این هم ببینیم یک تاکتیک کلاسیکی هست در رویاروهای دریایی به اسم دلیپوتیان تاکتیک، که یک قدرت ضعیف وقتی با یک قدرت قوی تر روبرو میشه سعی میکنه که با تعداد زیادی عملیات کوچیک خسته بکنه اون طرف قوی رو. چینی ها هم از این جریان دارن استفاده میکنن در دریای شرقی چین، یعنی ایست چایناسی، و جمهوری اسلامی هم از این روش استفاده میکنه، کره شمالی هم از این روش استفاده داره و کوبا هم در منطقه کارائی از این روش استفاده میکنه. یعنی میدونی یه برخوردهایی وجود دارن که انقدر خطرناک و مهم نیست که طرف قوی محکم بکنه تو کلشون و داغونشون بکنه، و این در ضمن هم آزار دهنده است. مثلا شما در اتاقتون نشستین، اوه مگسان میان دو سرتون ریز ریز میکنن، میرن تو گوشتون، میرن تو بینیتون و اینا عصبانیتون میکنن، و طرف قوی مجبور است هوشیارتر باشه، نیروهای بیشتری رو بیاره، و بالاخره در یه موقعی فکر کنید که آقا این عذاب فایده نداره، من بهتر اصلا از این اتاق که این همه توش مگس هست برم بیرون. حساب جمهوری اسلامی این هست که با این سیاست ایزا و آزار با اصطلاح شدت کم یا لو اینتنسیتی به قول اصطلاح نظامیش یه موقعی آمریکایی خسته میشن، شاید رهبر بعدیشون بگه ما اصلا واسه چی رفتیم تو خلیج فارس به تنگی اورال، به بچه هر روزه دیگه به نفت اونجا که احتیاجی نداریم، گور پدر عربان کرده، اگه ایرونی ها میخوان برن بزن تو سر عربا برن بزن تو سر عربا و غیره، ما اصولا صرف نداره برای ما که این همه وقت خرج کنیم، این همه ریسک بگیریم، این همه دشمن درست کنیم برای خودمون، و بخش مهمی از نیروی دریایی ایالات متحده میخکوب شده باشه در یک حوزه آبی کوچیک. میدونی خلیج فارس تقریبا مثل یه حوز میمونه، نه عمقی داره نه نقش مهمی داره خارج از نقش، ولی ناوگان پنجم ایالات متحده در خلیج فارس میخکوب شده. بنابراین یه موقعی آمریکایی فکر کردن که این صرف نداره ما میریم، و اون موقع خب هیچ کس دیگه در خلیج فارس و دریای عمان نیرو دریایی نداره در حال حاضر، بجه جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه بیشتر شاخه شاخه بکشه و غیره. این محاسبات چین هم داره در بخش خودش میکنه، کره جنوبی هم در آبهای اطرافش به جزیره کره داره این کارو میکنه، بارها از این اتفاقا افتاده، و در همه زمینه ها باز همونجور که در مورد مسئله جمعیت صحبت کردیم شکست خوردن، برای که اینها استراتژی هایی هست که با واقعیت مربوط نیست و وصل نمیشه به منافع حقیقی یک کشور و یک ملت. متاسفانه جمهوری اسلامی به واسه کسانی بداره میشه که یا از جهان امروز بیخبرن یا انقدر اسیر و شیفته ایدئولوژی خودشون هستن که آرمان رو به واقعیت ترجیح میدن. بله من صدای آقای طاهری رو ندارم. آقای دیاکو من صدای شما رو دارم ولی نمیدونم. بله بله بفرمایید آقای طاهری، ادامه بفرمایید. من میخواستم بگم که ولی به هر حال میدونیم اینجور بازی ها در زن خوب ریسک بزرگی هم توش هست، کافی است که یک
تصادف کوچیکی به وجود بیاد یا یک موقعیت پیش بیاد که طرف قوی تر براش غیر قابل تحمل باشه. یه همچین وضعی پیش اومد در 18 آوریل 1988 که پرزیدنت ریگان رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی گفته بود به نفت کشورهایی که پرچم آمریکا دارن تیراندازی نکنید و اینا گوش نکردن و تیراندازی هم نیروی دریایی آمریکا اومد، نیروی دریایی سپاه پاسداران رو غرق کرد، بیش از 1 میلیارد دلار خسارت زد به تکل‌های اکتشاف نفتی ایران و آقای خمینی به فاصله تسلیم شد. یعنی ببینید این یک رژیمی است که با آتیش بازی میکنه و اگه یه جایی یک کسی باشه جلوشو بگیره و وقت هم بشینه میکنه. در حال حاضر حساب جمهوری اسلامی این است که هر کاری بکنن، هر تحریکی بکنن، آقای اوباما علیهشون عکس العمل نشون نخواهد داد. ولی آقای اوباما رهبر دائمی ایالات متحده نیست. ایالات متحده منافعی داره که فراتر از دولت‌هایی است که در هر لحظه ممکنه سر کار باشن. رهبران ایران باید فکر دراز مدت داشته باشن، نه فکر کوتاه مدت از این ستون به اون ستون فرجی. متأسفانه در حال حاضر این فکر دراز مدت در دولت دیده نمیشه. بله آقای طاهری، این در حالیه که خبردار شدیم که دو ناو موشک‌انداز روسیه در بندر انزلی لنگر انداختن و دلیل حقیقت حضور نیروهای نظامی روسیه علاوه بر هواپیماهایی که در نوژه مستقر شدن داره افزایش پیدا میکنه در ایران. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله این دو ناو موشک انداز روسیه البته هنوز نیومدن به انزلی، فعلا در بنادر قزاقستان هستند یا قزاقستان که اخیرا میگن، ولی قراره که در چند روز آینده بیان به انزلی. و این میدونید مغایر سه تا عهدنامه ای هست که در مورد دریای مازندران یا بحر خزر وجود داره. یکیش 1744 میلادی بوده، یکیش 1922 میلادی، یکی 1942 میلادی، که اصولا دریای مازندران یک منطقه عاری از نیروی نظامی حساب میشه، یعنی هیچ کس نباید اونجا سلاح بیاره. ولی متاسفانه روسیه در لاغل سالی گذشته بارها از دریای مازندران استفاده کرده برای پرتاب موشک به هدفهایی در سوریه، مشکلی که از روی فضای ایران پرواز میکردن و الان هم دیگه عملا داره کشتی های جنگی میخسه و شاق و شونه میکشه در منطقه. به نظر من رهبران جمهوری اسلامی نباید این کار اجازه دادن، برای که این فقط موضوع خاری و خفت ایران و بقیه کشورهای ساحلی یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیست. مسئله اینه که یک منطقه ای رو که منطقه صلح‌آمیز بوده و غیر نظامی بوده داریم اضافه میکنیم به مناطق آشوب زده خاورمیانه. حالا میدونی خاورمیانه و غرب آسیا تماما مناطق نظامی زده هستند یا در حال جنگ یا در حال شبه جنگ. یه منطقه صلح وجود داشت و اون مثلا حوزه دریای خزر است یا کسپین بیسین، اونو هم روسا دارن نظامی میکنن و جمهوری اسلامی هیچی هم در این زمینه نمیگه. یعنی اصلا باور نکردنیه. من تعجب میکنم که کی سر کار تو جمهوری اسلامی کی مسئله حق حاکمیت ایران و دریای مازندران هم از اون مسائلی که گویا جمهوری اسلامی شدیداً کنار کشیده از قضیه و در حقیقت حق و واگذار کرده به روس‌ها و این چهار کشوری که از اون جدا شدن. بله ببینید در دفعه هر دو چیزی امضا نشده، ولی ایران یک برنامه یعنی یک طرحی داشت. ببینید یک دو جور میشه در جلو دریای مازندران صحبت کرد، یا روسیه به عنوان دولت جانشین امپراتوری تزاری و اتحاد جماهیر شوروی اون قراردادهایی رو که با ایران داشت از زمان حاج میرزا قاسی تا حالا در مورد دریای مازندران محترم میشماره، بنابراین موقعیت این دریا بر اساس اون قراردادها بین ایران و روسیه تعیین میشه و کشورهای
دیگه که اخیرا به وجود آمده یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان هم موقعیت رو میپذیره. این راهش. یه راه حل دیگه‌ش اینه که دریای مازندران رو که یه دریای بسته است، البته که در واقع دریاچه است، به عنوان مالکیت مشترک کشورهای ساحلی در بیاریم که هر کدوم از این پنج کشور ساحلی 20% از منابع دریا رو داشته باشن. یعنی این دوتا موقعیت است. جمهوری اسلامی متاسفانه خودش رو منزوی کرده، یعنی نه این طرف بوده نه اون طرف بوده و اجازه داده به کشورهای ساحلی دیگه که برن جداگونه قراردادهایی ببندن برای اکتشاف نفت، برای ماهیگیری، برداشتن گاز، معادن زیرزمینی دریا، ایجاد تسهیلات توریستی و غیره، بدون اینکه اصلا با ایران صحبتی بشه. و اون طرف دیگه هم به رهبری ضمنی روسیه به ایران پیشنهاد کرد که ما 11% از دریا رو آزادی بهتون بدیم. و ایرونی ها هم یواش یواش میگن برای که اینقدر رهبری ایران اینقدر کور شده با این نفرتی که میگه از آمریکا داره که حاضر هر کاری بکنه برای که دست از این نفرت بر نداره. بنابراین الان به دوستان امکان دادن که شبک تخته بندازن، موضوع بکنن در دریای مازندران و البته کشورهای ساحلی دیگه، یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان جرأت این ندارن که جلوی روسیه بایستن. یعنی تنها کشوری که میتونه جلوی روسیه بایسته ایران هست. ایران هم متاسفانه در حال حاضر اولویتش منافع ملی ایران نیست. بله جناب آقای طاهری، آنچه گزارش ها میگه دریای مازندران منبع بسیار، یعنی یک گنج پنهان نفت و گازی که بسیار بسیار زیاد، این نفت و گازی که در دریای مازندران وجود داره، همونطوری که شما به درستی گفتید آذربایجان و چند کشور دارن بهره برداری میکنن از این مسئله، روس‌ها هم که از یه طرف دیگه. ولی این وسط جمهوری اسلامی ایران فقط به عنوان یک ناظر نظارتگر قضیه است. تکلیف این قضیه چه خواهد شد واقعا؟ این آیا حق حاکمیت ما همین اکنون سلب نشده؟ ببینید جمهوری اسلامی به خاطر ایدئولوژیک بودن سیاستش نمیتونه اکثر عمل مناسب نشون بده به فرصت هایی که به وجود میاد. و به نظر من واقعا اینا از روی مثلا مخالفت با جمهوری اسلامی اینا نمیگن، متاسفانه اینا نمیتونن هیچ کدوم از مشکلات ایران رو حل بکنن، برای اینکه چنون دست و پای خودشون رو بستن با یک ایدئولوژی مهجور و عقب مونده که نمیتونن با مسائل امروز و فردای ایران رو به رو بشن. ببین در مورد دریای مازندران که یک حوزه بزرگ منابع نفت و گاز هست، یعنی بعد از خلیج فارس و بعد از خلیج مکزیکو و بعد از خلیج گینه در فرد آفریقا بزرگترین منابع انرژی دنیا در این کسپین بیسین یا منطقه خزر هستش. و البته میدونی یک قسمت دیگه هم قره‌بغازگل هست که یک دریای نیمه بسته است که طرف قزاقستان که وصل میشه به دریای مازندران. از این نظر اهمیت فوق العاده داره، بعد از نظر استراتژیک هم اهمیت داره، برای اینکه راه داره به آسیای مرکزی، به سیبریه، به روسیه شرق اورال و از طرف جنوب شرقی هم به البته به چین. بنابراین از هر نظر که نگاه بکنی این مهم. از طرف غرب هم میدید در حوزه قفقاز، خب همسایه اروپا هست، به دریای سیاه نزدیک، میدید تمام این مسائل باعث میشه که یه منطقه حساس بین‌المللی باشه و ایران خب البته در این منطقه نقش مهمی داره با 1000 کیلومتر ساحلی که ما در دریای مازندران داریم. ولی متاسفانه روش ما همیشه عقب نشینی بوده. مثلا جزایری رو که ایران در دریای مازندران داشت، میگه از این نظر مهمند که حوزه نفوذ هر کشور رو از یک جزیره به یک جزیره دیگه هم میشه حساب کرد. ما اینا رو ترک کردیم و آخرین جزیره هم که جزیره آبسکون یا آشوراده که اسم بعدیش بود که جمعیت پرستاش از اونجا جمعیت ها رو بردیم بیرون.
مسئله که خلایی به وجود آوردیم که روسیه سعی میکنه این خلا رو پر بکنه و متاسفانه روسیه چون یک قدرت فرصت طلبی هست و با تمام همسایگانش تا حالا به جز ایالات متحده که در آلاسکا باش همسایه هست، با تمام همسایگانش جنگ کرده و در حال جنگ بوده یا اختلافات مرزی داره. یعنی روسیه یک قدرت شروره، همیشه بوده و همیشه هم هستش. ما امکان داریم به این قدرت شرور که بیاد این منطقه دریای مازندران یا بحر خزر را هم اضافه بکنه به تمام حوزه های تنشی که در روابط خودش داره با چین، با ژاپن. میدین جزایر کوریل ژاپن رو در اشغال داره، 11000 کیلومتر مربع از اراضی چین رو در اشغال داره، اراضی اوکراین رو در اشغال داره، اراضی گرجستان رو در اشغال داره، میخواد قسمتی از اراضی مولدوا رو یعنی دنیپر رو بگیره، ادعای ارضی داره در قطب شمال علیه دانمارک، علیه نروژ، علیه ایسلند و غیره. یعنی با هم با کانادا و تمام این کشورها اختلاف داره و ما رفتیم از همه پیغمبر و جرجیس رو پیدا کردیم. اگه بخواییم متجه بشه رفتیم متجه و متحد روسیه، یک کشور پرمسئله و پردرده سر شدیم. بله بسیار ممنونم جناب آقای سهیلی. آخرین سوال پیرامون، میدونم کار دارین و خیلی هم محبت کردین که شرکت کردین در این برنامه من. آخرین سوال این هست که سوریه، خبرها بر این است که به زودی آمریکا و روسیه به یه توافق بزرگی در مورد سوریه قرار رسید. شما این رو چگونه میبینید و ایران جمهوری اسلامی نقشش چه خواهد بود در این میون؟ نقشه در جسته چهار؟ ما ورود روسیه به صحنه و احتمالاً می‌دونیم دولت بعدی آمریکا بعد از آقای اوباما، نقش جمهوری اسلامی نقش حاشیه‌ای یا کمکی خواهد بود، برای که جمهوری اسلامی امکانات مالی، اقتصادی، نظامی و انسانی اینو نداره که به صورت یک قدرت بزرگ در سوریه دخالت بکنه. ولی من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر امکان یک تفاهم جدی بین روسیه و ایالات متحده وجود داشته باشه. آقای اوباما میخواد یه جوری موضوع رو ماسمالی بکنه که موقعی که از کاخ سفید میره بیرون به که من تونستم یک راه حلی پیدا بکنم، حالا اگه این راه حل عملی نشد تقصیر جانشین هم خواهد بود. مثل جریان اتمی ایران که میدین کاملا ماسمالی هستش. بنابراین احتمال این وجود داره که یه چیزایی اعلام بکنه، ولی نه روسیه و نه آمریکا کنترلی بر اوضاع سوریه ندارن. در سوریه بیش از 1500 گروه مسلح وجود داره، گروهایی که از 10 نفر مسلح تا 10000 یا 150000 مسلح تشکیل میشن. 16000 روستا هست که هر روستاش در دست یک امیر به اصطلاح است، امیر مسلح. در حال حاضر هیچ کس اون قدرت و اراده نظامی رو نداره که بتونه یک حدی رو بر سوریه تعمیر بکنه، ولی اعتقادی وجود داره که اصلا مسکو و واشنگتن توافق کردن بر سر یک آتش‌بس در حوزه حلب. بعد آقای اوباما که برنده جایزه صلح نوبل هم هست میگه ببینین من تونستم اینجا آتش‌بس بکنم در بیرو. بعد انتخابات آمریکاست و تعطیلات کریسمس و خلاص موضوع مسئله بشه، ولی جنگ سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. و در این ایس و بیس هم اگر رهبران جمهوری اسلامی عاقل باشن یواشکی خودشون رو میکشن کنار از این مسئله که هیچ نفعی برای ایران نداره، ضررهای زیادی داره. ما بزرگترین تلفات نظامی رو که بعد از جنگ عراق داشتیم در ترجمه‌های سوریه بوده، بی خود و بی جهت. ما کوچکترین منافع ملی در سوریه نداریم و بهتره که این جهنمی رو که در سوریه تشکیل شده بذاریم به خود عربا که به جونم دیو افتادن. روسا یه میخوان تشریف بیارن، آمریکا یه میخوان تشریف بیارن، ولی به ما مربوط نیست. اگر رهبران جمهوری اسلامی عاقل باشن میتونن از این فرصت استفاده کنن، بگن خب ما تا اونجا که میتونستیم به سوریه کمک کردیم، ولی حالا قدرت‌های بزرگ، شورای امنیت، نمیدونم کسایی که وتو دارن دارن این کارو میکنن. نمیدونم این جمهوری اسلامی این مطلب رو درک خواهد کرد یا نه.
سپاسگزارم جناب آقای طاهری. یک بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر شرکت در این برنامه‌تون. ما اجازه شما برنامه رو میبریم در جهت دیگری. الان آقای جمشید اسدی عزیز رو بعد از مدت ها ما روی صفحه اینترنت، صفحه تلویزیون داریم میبینیم و آقای جمشید اسدی عزیز به برنامه خودتون خوش آمدید. امیدوارم سلامتی کامل پیدا کرده باشید آقای اسدی. درود بر شما، سپاسگزارم که منو پذیرفتید. درود بر بینندگان عزیز. بله فکر میکنم بسیار اتفاقاتی که بود دیگه پشت سرم، امیدوارم 100% پشت سر باشه. بله یه دورانی بود، یک نگرانی هایی بود، ولی خوشبختانه همه چی به بهترین شکلی انجام. خب بسیار خوشحال هستیم در نبود شما. بینندگان ما نگران وضع شما هم بودن، چون شما دیگر با این برنامه رخ شدیم و به اونا ما میگفتیم که هرچی زودتر آقای اسدی رو داریم و امروز خوشبختانه شما هستید و ما، و چون ارتباط شما دیر هم انجام شد مجبور شدیم آقای امیر طاهری رو دیگه نمیتونستیم ایشون رو معطل کنیم. ایشون هم یک شامی مهمان بودن، امشب باید میرفتن و دیگه گفتن که به خاطر شما میمونن و به این محبس رو هم کردن. آقای در حال از فرمایش آقای طاهری هم بسیار استفاده کردم از قسمت اول برنامه تون. بله مرسی. آقای اسدی عزیز، شما در جریان امروز هستید که این آقای خامنه‌ای باز دوباره خوابنما شد، باز دوباره فرمایشات دیوانواری انجام دادن، 16 بند اعلام کردن که نمیدونم جمعیت اولا باید بشه 150 میلیون. من نمیدونم یک آدم حتی متوسط مغز هم یه هم چیزی رو آیا قبول میکنه یا نه در شرایط اقتصادی کنونی و کمبود وحشتناک آب و این چشمانداز بسیار تیره جمهوری اسلامی، به اضافه این که باید وضعیت تحصیلی رو فشرده کنیم، دخترها 15 سالگی دیپلم بگیرن، 18 سالگی لیسانس بشن، بعدم برن تو خونه بشین خونه داری کنن. یعنی اصلا من نمیدونم این از چه مغز ترابشات مغزی این واقعا دچار اشکالات فنی بسیاری شده بوده بود، ولی حالا بیشتر شده. و اگر یک حکومت سالمی بود کمیسیون پزشکی تشکیل میداد. هم اکنون این ایشون رو میگودن ملت ایشون اصلا دیوانه است، ایشون رو ابرکنار میکرد از این مقام. بعد وقت این آدم ولی مردم و ولایت مطلقه بر مردم داره و هر حرفی هم بزنه مردم باید قبول کنن. خب این فرمان رو جمعیت ایران با 150 میلیون نفر رو با وضعیت اقتصادی کنونی و چشمانداز آینده چگونه می‌بینید آقای اسدی عزیز؟ بله اجازه میدید قبل از اینکه بدین مسئله بسیار تأسف‌بار، بسیار تأسف‌بار اشاره خواهم کرد. من واقعا بعد نمیدونم با چه کلماتی میتونم فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحلیل بکنم. من حتی مطمئن نیستم ایشون عقیده دارن، باور دارن با آنچه که میگوین. چطور ممکنه کسی در این شرایط این حرفا رو بزنه؟ ولی اگر اجازه بدید قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم اشاره کوتاهی کنم به گفتگویی که با آقای طاهری داشتید و آنچان به یک نگرانی اشاره بکنم که سخت منو نگران میکنه. شوربختانه صحبت هایی که ما در مورد ایران عزیزمون داریم جز نگرانی نیست در این مورد. ببینید جمهوری اسلامی در منطقه به یک سیاست بسیار خطرناکی افتاده است. با تنهایی ایران در سطح بین المللی جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهدافی که در منطقه دارد به دنبال یک همراه و متحدی میگردد که این نمیتواند جز روسیه باشد. اما در شرایط تنهایی ایران باید همش امتیاز بده برای اینکه این حالو داشته باشه. ببینید چند اتفاق در ارتباط با روسیه رو کنار هم بذارید ببینید چقدر نگران کننده است. یکی این مسئله همکاری که در مورد به خصوص سوریه دارن. ببینید برافروختن
تنش شیعه و سنی به سود کشور ما نیست. به دو دلیل، ما در منطقه ای هستیم که اکثریت با سنی هاست. دوم اینکه هممیهنان ما بسیار هممیهنان سنی ما زیاد داریم. کاملا. خب این جنگی نیست که سود ما نیست. خب سوریه در این مورد مشکلات ما رو نداره، به اندازه ما این مشکلات رو نداره. ما اینکه اینو پیش ببریم، سوریه رو به عنوان متحد گرفتیم و این باعث باز هم تنهایی بیشتر ایران میشه. مثلا میدونید، اطلاع دارید که یک وامی از روس‌ها گرفتن که مجلس هم بله بفرمایید. بله پنج این در شرایطی که برای بله در شرایطی که کشورها وام میگیرن که بانک‌ها و کنسرسیوم‌های بانکی و مالی دنیا رو به رقابت وامی دارن، چون در شرایط مالی بازار بین‌المللی که الان درش به سر میبره سر و دست خواهند شکاند مؤسسات و بانک‌های بین‌المللی برای وام دادن. بازار کساده. خب ما به جای اینکه از این رقابت بین این مؤسسات مالی استفاده کنیم که بهترین امکانو برای ایران داشته باشیم، مجبوریم در اون شرایط به شرایط روسیه تن در بدیم. اینو بذارید به همراه این که ببینید همه اینا رو باید کنار هم گذاشت و ببینیم چه شرایط خطرناکیه. دادن پایگاه در همدان به روس‌ها و بعد باز هم صحبت از خریدن دو راکتور جدید اتمی در حالی که مثلا مرجام خوبی نرسیده است به علت این ناروشنی هایی که وجود داره، باز تنش افروزی میکنن و باز هم این صحبت هایی که به ویژه در مورد نزدیک شدن کشتی های صحبتی که با آقای طاهری داشتیم، این مسئله بسیار بسیار نگران کننده در شرایطی که ایران الان در آن به سر میبره. اما در مسئله جمعیت ایران که باید به 150 میلیون برسد، پیش از این هم صحبت از این که به 100 میلیون برسد و الان به 150 میلیونه که برسه. خب این جمعیت رو برای چی میخواد آقای خامنه ای؟ احتمالاً برای اینکه اینها باز هم گوشت جلوی توپ بشن. ببخشید آقای اسدی، این جمعیت فقیر، جمعیت از همه چیز محروم رو برای چی میخواد؟ همین رو اشاره میخواستم بکنم. ببینید الان در کشور ما بیکاری به نرخ رسمی حدود 11 تا 12 درصده، اما بنابر برآوردهای بسیار بسیار متین بسیار بیشتر از اینه. چرا؟ چون در آمار جدیدی که جمهوری اسلامی برای سنجش بیکاری در نظر گرفته است، کسی که در هفته 1 تا 2 ساعت کار بکنه این جزء شاغلین حساب میشه. توجه میکنید جناب فاطمی، کسی که 1 یا 2 ساعت در هفته کار بکنه این شاغله. خب اینو شما در نظر بگیرید که کسی که امروز کار کامل دارد، این از عهده برآوردن نیازهای زندگیش بر نمیاد. حالا 2 ساعته رو گذاشتن جزء شاغل، با این حساب ها رسیدن به حدود 11 تا 12 درصد، اما بسیار از این بالاتره. این در این بیکاری نکات بسیار نگران کننده وجود داره. یکم این که مهمترین جمعیت دانش آموختگان هستند. خب این به چه علت نگران کننده است؟ به این علت که در زمانی که اقتصاد جهان هرچه بیشتر اقتصاد دانش بنیاده است، اقتصاد ما آنچنان از قافله تمدن به دور افتاده است که نمیتواند در این مورد اقتصاد دانش بنیاد ایجاد اشتغال بکند. دوم، زنان ما بیکار هستند. زنانی که تعداد دانشجویان دختر بیشتر از پسر در دانشگاه هست، امروز این زنان عمدتاً بیکار هستند و بسیاری از این زنان سرپرست خانواده هستند. خب شما حدس میزنید که چه سرنوشتی در انتظار این زنان هست. سوم، بیکارای کشور ما مرزنشینان هستند. خب باز میتونید حدس بزنید به امنیت ملی چقدر لطمه میخوره. خب در این شرایط وقتی که آقای خامنه ای که رهبر هستند و اعلم هستند و اسلحه هستند و همه از فرمایشات ایشون استفاده میکنن، صحبت 150 میلیون رو میکنن، آقا برای اینهایی که امروز در بازار کار هستند و حدودا سالی 200 میلیون 200 هزار نفر
از دانش آموخته، از البته مهاجر به طور کلی از کشور بیرون میرن برای یافتن کار، چطور کسی میتونه صحبت بکنه ما به این جمعیت برسیم؟ ایشون صحبت از این میکنن در مورد همچنان که در مورد دخترها ایران گفتید 15 سال و اینها، نرخ سن ازدواج به شدت عقب رفته است در ایران. بله. به علت این که نمیتونن زندگی بکنن. خب این چطور ممکنه در این شرایط همچین صحبتی بکنن که این جمعیت اضافه بشه؟ مگر اینکه یه فکری بکنن که ما حکومت اسلامیمون برای کار و اشتغال و خوشبختی و تشکیل خانواده که حکومت تشکیل ندادیم، این برکف میخواییم برای سوریه و لبنان و مرز و این برون بر، مگر در این مورد صحبت بکنن؟ ولی من مطمئنم هم میهنان عزیز من که زندگی میکنن با شرایط سخت حتما تن به این سخنرانی های بی مسئولیت نمیدن. بله جناب آقای اسدی، مسئله تنها سخنرانی نیست. اینها وقتی وارد میگن مدت ها این طرح 16 ماده ای که واقعا در مجلس مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته، کارشناسی شده، آقا کارشناسی شده شو اومده خونده، یعنی فاجعه باز عمیق‌تر از این حرف باز که من نمیدونم اون کارشناسا چه مغزی خورده بودن که این تفکراتو کردن. ما میدونیم که وضعیت آب در ایران بحرانیه، یعنی بحران واقعا سراسر ایران رو گرفته. ما میدونیم وضعیت همونطوری که گفتین اشتغال در ایران وحشتناکه. ما میدونیم که در اثر نرسیدن به نقاطی مثل سیستان و بلوچستان و سایر جاها کوچ کردن مردم و حاشیه نشینی ابعاد بسیار وحشتناکی گرفته، به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد. گزارشی داشتیم از مشهدهای که این حاشیه نشینی کم کم داره به شورش های فعلا مهار شده، ولی این شورش ها گاهی میتواند بنیادهایی رو اصلا نابود کنه و همه، چون تفکری که پشتش نیست، فقط مسئله نان و غذا و امنیت جانی، و این امکان داره به جاهای باریک بکشونه قضیه رو. خب اینها یعنی همه اینها رو اضافه کنید که اگر این جمعیت حاشیه نشین اینا از پس این حاشیه نشین ها بر نمیان، چه برسه به این که بخوان جمعیت رو بکنن 150 میلیون نفر. من اصلا نمیدونم شما در مورد حاشیه نشینی در ایران که بسیار بحث به نظر من مهمیه در اقتصاد ایران و در امور جامعه شناسی ایران، برای اینکه همونطوری که خود شما به درستی میدونید آقای اسدی، وقتی که این حاشیه نشین ها میان، اینها به کار احتیاج دارن، بعد کار نیست، اینها شروع میکنن به قاچاقچیگری، روسبیگری در اونجا گسترش پیدا میکنیم و بیماری ها میاد، مسائل مختلف به دنبالش هست، دزدی های مختلف به دنبالش هست، و بعد هم شورش هایی که در مشهد نمونه شو دیدیم. این پلان بزرگ رو که الان خدمتتون گفتم رو چگونه میبینید آقای اسدی؟ ببینید، اولا این شورش ها که میفرمایید مختص به آشنشین ها نیست. تقریبا روزی نمیگذرد که دستمزد بگیران برای گرفتن دستمزد خودشون اعتصاب نکنن. بله. و به پا نخیزن. هیچ روزی نیست تقریبا. اینو به روایت رسانه های خود نظام ما میگوییم. بله. بنابر منابع خود نظام باید رشد اقتصادی ما بین 5-8% باشد تا این بیکاری مزمنی که وجود دارد متوقف بشود. این که این همش جذب بشه از بین بره یه بحث دیگری است. این که این متوقف بشود در این مورد، خب این الان نرخ رشد اقتصادی ما چقدر است در این مورد؟ به ویژه با این سرمایه گذاری هایی که صورت نمیگیره در کشور، قرار بود برجام بازار ایران رو باز کنند و روی اینا خودشون میگویند ما دست کم به 180 میلیارد دلار نیاز داریم. جناب فاطمی تمام این، ببینید خب این یک سینه پر از درد است که من بخواهم با شما و هم میهنان عزیز تقسیم بکنم. ما میدانهای بزرگ نفتی و گازی داریم در مرزهای کشورمون. دو اتفاق ناگوار در این مورد داره صورت میگیره. ما امکان بهره برداری از اینها رو به علت تنش افرودی ها و نابخردی های جمهوری اسلامی نداریم، ولی همسایگان ما دارن استفاده میکنن.
کویت و عراق و امارات و قطر و عربستان و همه اینا دارن اینا رو میکنن. دوم اینکه همچنان که عرض کردم خدمتون، یکی از گرفتاری های بیکاری در کشور ما بیکاری همیهنان مرزنشین ماست. ببینید یعنی دلیلی نداره همیهنان ما در مرزهای ما بیکار باشن وقتی که بزرگترین میدانهای نفتی رو در اینجا داریم و گازی رو داریم. چرا؟ و وقتی بزرگترین بندرها رو میتونن در این مناطق ایجاد بکنن، وقتی میتونستن تمام نفت و گاز آسیای مرکزی رو از پر سابقه ترین کشور نفتی منطقه بگذرونن و این کار رو نکردن. خب حالا در منطقه این مسئله حاشیه نشینی که میفرمایید، چطور مردم حاشیه نشین میشن؟ به دو دلیل. یک این که نمیتونن متن نشین باشن چون از عهده هزینه ها بر نمیان. دوم این که در جایی که هستن قحطی و فقر و بیکاری به شدت گسترش پیدا کرده، باید بیان یه جایی دیگه. به این علت حاشیه نشینی گسترش پیدا میکنه. اما اون چیزی هم که باعث تأسفه، ببینید این حاشیه نشین ها شهر نشینی نیست. منظورم چیست؟ شهر ایجاد نشده که خدمات شهری داشته باشه که اینها بیان. قابلن. یعنی در قرن 21 هم میهنان من و شما به جای میان که آبش، برقش، مداواش، ترابریش، انتظامش هیچ کدوم درست نیست. خب حالا در این شرایط چگونه این هم میهنان باید زندگی بکنن؟ اون وقت چگونه در این شرایط مقام معظم رهبری باز به قول شما، تازه همه فکراشون رو هم ریختن. البته این فکر رو همیشه مقام معظم رهبری داشته، منتها صحبت 100 میلیون میکرده. حالا بعد فکرها رو همه نهاده رو هم ریختن، گفتن این فکر درسته. خب مگه نمیبینن این مسائل رو، این حاشیه نشینی رو، این فقر گسترده رو، گسترش اعتیاد و گسترش قاچاق و این قاچاق که دیگه مسئله است که خود آقایون عنوان میکنن به شکل گسترده. بله جناب آقای اسدی، در بیرون همین فرمایش شما که فرمودین که این حاشیه نشین ها بالاخره به برق و آب و همه چیز نیاز دارن و اینها باید در حقیقت کشیده بشن به مناطق شهرنشین واقعی تبدیل بشن، خود همین آخوندا قبل از انقلاب یادمه که چه جنجالی میکردن در مورد اینکه چند شهرک کوچولو با جمعیت شاید بیشتر از 2-3 هزار نفر نبودن در اطراف تهران. شما بهتر از میدونید که اینها تقریبا حاشیه نشین های آن زمان تهران بودن. اینها چه جنجالی به پا میکرد که آقا ببینید چه شاه چه کرده است، این رژیم چه کرده است. و بعد جالب اینه که کشورهای خارجی هم در اون موقع، همین امریکایی ها و انگلیس و کشورهای دیگر، میرفتن از اون مناطق فیلم میگرفتن و ایران رو اونجوری نشون میدادن. حالا کجا هستن این آقایون؟ این آقای بی بی سی در کجا هست؟ کجا نشسته که بره ببینه انواج مردمی که دارن هجوم میارن به این شهرهای حاشیه‌ای در چه وضعی دارن زندگی میکنن؟ کجا هستن اونایی که ببینن این مردم بینوای ما در مرزهای ایران، همونطوری که گفتید مردنشینهای ایران در بیکاری مطلق به سر میبرن؟ به اضافه من به حرف شما اضافه میکنم مسئله سنی بودن اون آدم ها رو. بخش بسیاری از اینا سنی هستن و سنی ها در به قول معروف شدیدترین وضعیت قرار دارن نسبت به حالا کار ندارم که اصلا این رژیم براش فرقی نمی کنه شیعه و سنی، مگر در کشتار 67 اصلا و اکثر اینایی که کشتار شیعه هم بودن به قول خودشون. و تازه در کشوری که وزیر کشورش آقای پور محمدی میاد میگه من افتخار میکنم 7000 نفر رو کشتم. من نمیدونم اگر در هر قبیله، من چند بارم اینو گفتم، در هر قبیله آفریقایی هم این اتفاق میافتاد چادر اون رئیس رو به آتش میکشوندن. چطور مردم ما مسخ شدن؟ بله جناب فاطمی، این اشارتون درسته که ببینید هممیهنان سنی ما همچون دیگر هممیهنان ما در کشور شدیداً زیر ستم هستن، اما این به این معنی نیست که هم میهنان شیعی ما اینطور نیستن. ببینید بر آیت الله منتظری چه رفت، ببینید این دادگاه ویژه روحانیت چه کسی رو به محاکمه میکشه،
ببینید آقای اشکبری خلع لباس شد به کجا رفت، آقای کدیور به کجا رفت، ببینید تمام اینها در چه حالتی هستن. بسیاری از آقایون علما در ایران که هستن، اینها در هر حال علمای شیعی هستن در این شرایط. البته ایرانی که من آرزومند آن هستم، ایرانی هست که وقتی افتخار اینو دارم که گفتگو و نشست و برخاست به هم میهنان خودمو دارم، ندانم و نمیخواهم بدانم که چه کسی شیعه است، چه کسی سنی هست، چه کسی با خداست، چه کسی بی خداست، چه کسی بهایی است، چه کسی ارمنی است. یک ایران است و یک شهروند ایرانی و یک رأی ایرانی. این ایرانی است که ما میخواهیم بسازیم. بله این ستم ستمی است که بر همه میرود. ولی خب یه چیزای دیگه آشکارتره. مثلا میگویند این کشور کشور امام دوازدهم از شیعه است، جعفری است، چه از چه از چه است. خب این در قانونش به یک همچین ظلمی صورت میگیره، ولی در عمل ظلم به همه روا میدارد. آقای اسدی عزیز، در پیرو فرمایش شما، این وقاحت آخوندی رو، یعنی وقاحت اصولا در همه سیستم، به نظر من همین اعلام این 16 بندی هم که آقای خامنه ای اعلام کرده از یک وقاحت سرچشمه میگیره که سرچشمه همه اینه به نادانی میرسه. وقاحت این که آقا این آقای پور محمدی علن وزیر دادگستری دوره اصلاحات شده، یعنی آقای کنرو، آقای روحانی، ایشون یکی از این هاست که برمیگردی میگه من افتخار میکنم که کشتم، دیگران توجیه میکنن. اون آقای نقدی برمیگرده میگه که اصلا ایرانی هم نیست، مردی که معلوم نمال کجاست، رئیس بسیج مزدفین، میگه نخیر خیلی هم کار درستی انجام شده، باید بیشتر میکشتن. شما نگاه کنید آخه با این اینا حکومت میکنن. آقای رئیس جمهور یک کلمه نمیگه. آقا شما برای چی هستی اصلا؟ فوراً برو کنار، یه نفر دیگر رو بذار. حالی هر عملی دیگه که از خودشون هست بهتر از اینه که یارو عملا میگه من افتخار میکنم و یه 8000 نفر کشتم. یعنی اوضاع به طرزی در هم تنیده شده که اصلا دیگه خوب و بد در رژیم وجود خارجی نداره. اونهایی که به دنبال اصلاحات بودن الان بیان پاسخ بدن که آقا این اصلاحات به شما چه داده است در این مدت. شما اصولا گره ای از کار اقتصاد رو گشوده میبینید آقای اسدی عزیز؟ در چه زمینه ای؟ در همه زمینه ها. هرگز آقا بزرگ، ببینید هرگز میفرمایید، پرسش میفرمایید در مورد اقتصاد. خب در مورد اقتصاد پاسخ میدم، ولی اجازه بدید در مورد آقای پور محمدی، حاشیه نشینا قبل و بعد از انقلاب و بی بی سی یک نکته رو هم بگویم. اول اینکه بزرگترین قول و قراری که دادن و تمام تمرکزی که گذاشتن که اگر ما برجام را امضا کنیم و درهای اقتصاد ایران را بکشاییم، رونق خواهد شد، ایجاد اشتغال خواهد شد و فرق از بین خواهد رفت. کجای کاریم در این مسئله؟ کجای کاری ما در اینجا؟ هیچ. دوم در مورد آن که اصطلاحی که آقای خمینی به کار می برد در مورد حاشیه نشینی، صحبت از زاغ نشین ها می کرد، خاطرتون هست؟ صحبت از زاغ نشین ها می کردن. بله، متاسفانه علارغم توسعه و پیشرفتی که پیش از انقلاب داشتیم، استبداد نابخردانه حکومت پیش از انقلاب باعث شد که تر و خشک با هم بسوزه و خیلی از ما، من اینو به روشنی و با شهامت میگم، خیلی از ما سخت اشتباه بکنیم و راه حل رو درست بر نگذینیم. اما در مورد بی بی سی، اینم به طور روشن بگم که من یا در یک مورد صحبت نمی کنم یا اگر صحبت بکنم حاشیه نمیرم، پرده پوشی نمی کنم. من متاسفم از این اتفاقی که امروز برای بی بی سی افتاده است و بسیاری از خبرنگاران پرلیاقت بی بی سی خب یک نگاه خاصی به مسئله اصلاح طلبی و ایران دارن که باعث می شود که گوناگونی تفکر ایرانی و انتقادهایی که نسبت به این مسائل وجود داره در بی بی سی منعکس نشه. من بعضی وقتا سخت در شگفتم بعضی از برنامه های بی بی سی رو که می بینم، ولی خب چنین است، ما کار خودمون رو باید بکنیم. بله، در هر حال
سپاسگزارم جناب آقای اسدی، دکتر اسدی عزیز، که پس از گذراندن این دوره در خدمتتون هستیم و بیشتر خواهیم بود، و من متاسفم که دیرتر آمدید به این رزمگاه ما، به هر حال به این بحث و گفتگو، چون خوشحالم که شنیدید سخنان آقای طاهری رو، ولی کاش از اول میومدید با همدیگه میتونستیم بحث بهتری داشته باشیم. خب اگر اجازه بدید برنامه را در اینجا به پایان میرسونم. همیهنان عزیز، به اتفاق جناب آقای دکتر اسدی از پاریس و کارگردانی دیاکوی عزیز که بسیار محبت کردن این برنامه رو به روی ار بردن، تا هفته آینده در برنامه تله از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به یزدان پاک میسپارم. یزدان نگهبان همه شما باشه. درود.